سلام علیکم. آقا سلام علیکم. حال شما خوبه؟ اون بچه هم از اون بالا به یاری خدا خوب دارن جلو میرن. تقریبا دو گردانه زره دشمن ها از بین بردن و دستاشون هم به دست هم دادن، البته دو تاشون کاظمی و حسین، و دارن میرن جلو. حاج احمد جوانی 30 ساله بود، با صورتی استخوانی و فکی محکم، یک ریش پرپشت و بینی که پیدا بود بارها از ضربات بوکس شکسته و دوباره پیوند خورده. با صلابت بود، فوق‌العاده مقرراتی، کمی یک دنده و البته سر جای خودش بسیار عاطفی. این احمد بود، احمد متوسلیان، فرمانده گروهی از رزمندگان ایران که برای جنگ با اسرائیل به سوریه آمده بودند تا از راه مرز سوریه با لبنان وارد جبهه جنگ با اسرائیل شدند. روزی که آنها به سوریه آمدند، 18 روز بیشتر از آزادی خرمشهر نگذشته بود. فقط 4 روز بود که ارتش رژیم صهیونیستی حمله همه جانبه اش را به لبنان شروع کرده بود و حالا رزمندگانی که تا 2 هفته پیش در جنوب ایران برای آزادی خرمشهر می جنگیدند، برای جنگ با اسرائیل به 2000 کیلومتر آن طرفتر از مرزهای ایران آمده بودند. آنها قوای محمد رسول الله بودند، تلفیقی از بهترین نیروهای 2 تیپ محمد رسول الله از سپاه و 58 زرهی ذوالفقار از ارتش. جبهه نبرد با اسرائیل از هر طرف که نگاه می کردی کوهستانی بود، چه در جنوب لبنان و چه در دره بقا در شرق آن. هر 10 لشکر اسرائیل هم زرهی بودند. اسرائیل لشکر پیاده نداشت. برای همین چنین لشکرهایی می توانستند بهترین هدف برای رزمندگان پیاده ایران باشند که ماه‌ها در محیط کوهستانی و صعب العبور مریوان و پاوه و کردستان جنگ چریکی با ضد انقلاب را تجربه کرده بودند. بی جهت نبود که متوسلیان به پیروزیش در این جنگ امیدوار بود. احمد متوسلیان متولد سال 1332 بود. دیپلمش را در رشته برق از یک هنرستان صنعتی گرفته بود. 2 سال و 3 ماه از من کوچکتر بود. خب همون مدرسه‌ای که عرض کردم مصطفوی بود، اسلامی بود، جزء تعلیمات اسلامی بود که بعداً مدیر اون مدرسه رفت پایگزار مدرسه علوی شد تو خیابون ایران. اونجا بودیم، همه برادرها اونجا تحصیل کردیم. همان وقت‌ها بود که به صف مبارزه علیه رژیم شاه پیوست. دیپلمش را که گرفت، برای انجام خدمت سربازی به تیپ زرهی شیراز اعزام شد. اما حتی در سربازی هم دست از مبارزه بر نداشت. دیپلم صنعتی داشت، برای همین خدمتش که تمام شد، برای کار به یک شرکت صنعتی در خرم‌آباد رفت. اما کار اصلیش در شرکت کمک به انقلابی‌ها بود. نیمه اول دهه 50 سالهای مبارزه مخفیانه احمد در تهران و لرستان بود، تا بالاخره شهریور ماه 57 شد و ساواک از ماجرا بو برد و احمد را در خرم‌آباد دستگیر کرد. ایشون تلفن نزد، مدت خبری ازش نشد. پیگیر شدیم و با پدر، مرحوم پدر، به خرم‌آباد رفتیم. بعد از تحقیقات متوجه شدیم که ایشون توسط ساواک دستگیر شده و زندانی است. احمد 3 ماه زیر شکنجه ساواک بود تا بالاخره نزدیک پیروزی انقلاب در نتیجه یک اتفاق از زندان آزاد شد. شور و حال انقلاب بالا گرفت و عرض کنم خدمت شما خیلی از زندان‌ها درهاش باز شد، آزاد شدن. من جمله حاج احمد از زندان
خرم آباد در فلک الافلاک اسیر بود، اون زندان هم توسط نیروهای مردمی درباش باز شد و ایشون از اونجا هم خلاص شد و بعد برگشت به تهران. بعد از پیروزی انقلاب به کمیته رفت و از اعضای فعال تأسیس سپاه تهران شد. اما هنوز چیزی از شروع فعالیتش نگذشته بود که گروهک‌های ضد انقلاب کومله و دموکرات جنایاتشان را در کردستان شروع کردند. مسئله به خود کردستان به عنوان یک نقطه مربوط نمی‌شد و اون چه که بود مبارزه علیه اسلام در سطح بین المللی. و بعد از سنندج، مریوان که پایگاه سلطنت خواهانی مثل رزگاری ها بوده، و بعد از مریوان سقز، بانه، سردش و همه اینها به تصرف در میاد و نوبت به آخرین پایگاه ضد انقلاب یعنی مهاباد میرسه. ارتش سپاه با موفقیت کامل وارد مهاباد میشن و درست دو روز بعد از ورود ارتش سپاه به مهاباد، جنگ رسمی ما با عراق، این جرثومه فساد و این نوکر امپریالیزم شروع میشه. از این بابت رابطه مسائل کردستان با امپریالیزم برای همه مشخص میشه که آخرین پایگاهشون وقتی که در منطقه سقوط میکنه، این بار چهره کریه خودشون رو ظاهر میکنن در لوای جنگ مستقیم. فاصله بهار تا تابستان 60، دوره عوض شدن توازن جنگ و حمله های بی امان احمد و نیروهایش به ضد انقلاب و ارتش عراق، دوره ای که تعدادی از شیرین ترین پیروزی های احمد و پاسدارهای سپاه مریوان در آن به دست آمد. آن وقتها سپاه پاوه و مریوان را پاسدارهایی تشکیل می دادند که داوطلبانه از شهرهای دور و نزدیک برای جنگیدن در شرایط سخت و بیرحم کردستان به این منطقه آمده بودند. و زیر نظر محمد بروجردی که فرماندهی کل منطقه به عهده‌اش بود می جنگیدن. فرمانده سپاه پاوه ابراهیم همت بود و فرمانده سپاه مریوان احمد متوسلیان. گروهی از رزمندگان همدان به فرماندهی محمود شهبازی هم بودند که کنار رزمنده‌های داوطلب شهرهای دیگر زیر نظر احمد می جنگیدند. وقتی به بخش حضور احمد متوسلیان در کردستان می بینیم، تقریبا بیش از 2/3 شهرهای کردستان رو احمد رفته و عملیات کرده و با ضد انقلاب جنگیده. کسانی که فرماندهان گروه ها و گروه های 50 نفره 100 نفره عملیات های آزادسازی مریوان و عبدالرافع مریوان بودن کیا بودن؟ شما مثلا کریمی بوده، بعدا میشه فرمانده لشکر 27 حضرت رسول. چراغی بوده، رضا چراغی بوده، قوجهی بوده، حاجی پور بوده، قهرمانی بوده. یعنی اینا از فرماندهان بزرگ لشکر 27 بودن که در عملیات های فتح المبین و بیت المقدس و جنوب لبنان و عملیات های از کنم رمضان و عملیات های بعدی، اینا جزء عناصر کلیدی و اصلی از کنم لشکر 27 بودن. اینا کجا تربیت شدن؟ اینا تو مریوان. شما خودتون الان ناظر هستید که ما از بالا به پایین نگاه میکنیم و شهرها و پادگانها و پاسگاههای عراق زیر دید ماست و ما کاملا رفت آمده به اونها رو میتونیم کنترل بکنیم و دقیقا اونها رو میزنیم، به طوری که از پادگان دلین یعنی پادگان خرمال هیچ چیز باقی نمونده. همین موقع بود که کم کم زمزمه تشکیل تیپ مستقلی از نیروهای احمد و همت بلند شد. اما ماجرای تشکیل تیپ 27 به زمستان سال 1360 بعد از عملیات طریق القدس برمیگشت. قرار شد تعدادی یگانهای جدید تشکیل بشه. این یگانهای جدید که قرار شد استانهایی که تیپ نداشتن از جمله تهران یه تیپ تشکیل بده. تهران تا اون موقع هیچ یگانه رزمی نداشت. به جز گردانهای پاسداران دیگه سازمان رزمی نداشت. تو پادگان مریوان به آقای احمد متوسلیان وقتی گفتم که باید بیاید یه تیپ درست کنید، بسیار خوشحال شد. یک برقی تو چشمش جهید و فکر میکرد که این کار خیلی کار بزرگ و
عظیمی است که به عهده اون گذاشته شده و با افتخار به این مأموریت نگاه میکرد و گفت یه تیپ باید درست کنیم. گفتم آره یه تیپ باید درست کنیم. خب از من یه تقاضا کردن، گفتم پس شما اجازه بدید ما و همت بریم سفر حج زیارت خانه خدا. خیلی دلمون میخواد خانه خدا رو زیارت بکنیم چون ممکنه ما تو اون عملیات شهید بشیم، لذا شما اجازه بدید ما یه سفر حج بریم بعد بیایم تیپو درست کنیم، که ما هم قبول کردیم و این دوتا برادر سفر حج رو با هم رفتن. مهر ماه سال 60 احمد همراه با ابراهیم همت و محمود شهبازی عازم سفر حج شدند. بعد که اومدن برادر دیگری هم به اسم آقای شهبازی پیدا کردیم که با اینا همراه بود، اون هم دست کمی از این دو نفر نداشت، یعنی در حقیقت 3 تا فرمانده لشکر دور هم جمع شده بودن و یه تیپ رو می‌خواستن در حقیقت درست کنن، اونم در آستانه عملیات فتح المبین، چون ما برای انجام عملیات فتح المبین با 3 تا تیپمون رو به 7 تا تیپ می‌رسوندیم و 4 تا تیپ ما کم داشتیم، که یکی از این تیپ‌ها رو به احمد و همت و شهبازی سپردیم که درست کنن. احمد قبول کرد، اما یک مشکل کوچک وجود داشت. احمد و نیروهایش در کردستان کاری کرده بودند که مردم بومی منطقه مثل بچه‌هایشان دوستشان داشتند. نه ترک کردستان راحت بود، نه انتخاب تعداد مشخصی پاسدار از بین پاسدارهای مستقر در کردستان. پاسدارها همه دوست داشتند همراه فرماندهشان احمد به جنوب بروند. کار برای احمد خیلی سخت شده بود، اما هر طور بود خودش و بقیه را راضی کرد همراه حدود 120 نفر از فرماندهان و نیروهای شاخصی که بهشان اعتماد کامل داشت به جنوب برود. نامگذاری تیپ همان روزها انجام شد، تیپ 27 محمد رسول الله. کار بعدی احمد و نیروهایش در جنوب انجام عملیات شناسایی بود، شناسایی برای انجام عملیات بعدی که قرار بود در اسفند ماه انجام شود. احمد و گروهش ماه‌ها در محیط سرد کوهستانی کردستان جنگیده بودند. برای همین به جنگ در جلگه گرم و سوزان و کم آرزه خوزستان عادت نداشتند. اما با راهنمایی‌های حسن باقری، فرمانده اطلاعات سپاه در منطقه جنوب، کم کم به این شیوه از شناسایی و رزم هم خو گرفت و به گروهی تبدیل شدند که از عهده جنگ در هر شرایطی، چه در مناطق کوهستانی و سرد سیر و چه دشت‌های صاف مناطق گرم سیر، به خوبی برمی آمدند. زمان کوتاه، یعنی از دی ماه شروع میشه، دی سال 60 شروع میشه تشکیل تیپ. احمد بعد هم دنبال جا باشه، دنبال تجهیزات و امکانات باشه، دنبال تأمین نیرو باشه. این کار بسیار سخته. میگه میشه ظرف 2-3 ماه یه یگان رزم و یه تیپ رو از آغازین شروع کنی تشکیل بدی و بگی 2-3 ماه دیگه عملیات بعد انجام بده؟ اصلا این از چیزهای غیر ممکنه به نظرم، امروز غیر ممکنه. فروردین سال 61 بالاخره عملیات فتح المبین انجام شد. حمله‌ای در منطقه دشت عباس که هدفش آزاد کردن بخش بزرگی از خاک ایران بود، جایی که عراق همان ابتدای جنگ اشغالش کرده بود. در این عملیات تیپ 27 محمد رسول الله با فرماندهی احمد متوسلیان مسئول یکی از مهمترین محورهای عملیات بود. دیگه رمز رو که ما گفتیم و قرارگاه و تیپا حمله کردن به عراق، نگرانی من از جبهه احمد بود، چون بعد همه سر ساعت معینی به خط می‌زدن و همه تیپا رو که من کنترل می‌کردم می‌دیدم حسن باقری میگه که هنوز احمد به خط نزده. می‌گفتم چرا؟ می‌گفت من ازش سوال می‌کنم چرا به خط نمی‌زنی؟ میگه که من بچه‌هام هنوز دارم عبور میدم و می‌خوام تو فرصت مناسب‌تر. من به حسن میگفتم خب آخه جاهای دیگه به خط زدن اینا بیدار بشن، بچه ها رو ممکنه محاصره کنن، غافلگیر کنن. او میگفت احمد خیلی با آرامش حرف میزنه، خیلی با طمأنینه و خونسردی حرف میزنه.
با اینکه من نگرانی خیلی زیادی داشتم، ولی خب چون میدونستم حسن یه فرد با تجربه هست و نقل قولای درستی، از اون طرف هم احمد رو تجربه کرده بودم، با وجود اینکه یه پدیده غیر طبیعی بود و خیلی نقطه خطرناکی بود و ریسک فوق‌العاده بالایی داشت، ولی اطمینان من به احمد و حسن باقری آرامشی برا من درست میکرد. دوباره بعد از نیم ساعت باز من نگران میشدم، تماس میگرفت، دوباره اونا به من آرامش میدادن تا ساعت 2-3 ما این وضع داشتیم که دیگه من فوق‌العاده دیگه نگران شده بودم و کار خطرناکی داشت پیش میومد که یه مرتبه حسن تماس گرفت، گفت احمد میگه که ما زدیم به خط و الان بالا سر توپخانه دشمن هست. یعنی معلوم بود کیلومترها از دشمن عبور، از خط دشمن عبور کرده بودن و ده ها نفر رو تونسته بود عبور بده ببره بالای سر توپخانه دشمن. که به محض اینکه اینو گفتن تقریبا یه نیم ساعت بعدم خود من مشاهده کردم که آتش توپخانه عراق قطع شد، دیگه دسفول رو نمیتونست بزنه عراق، چون نیروهای ما دیگه وارد قبضه ها شده بودن و قبضه های توپ ارتش عراق رو گرفته بودن. آتش توپخانه دشمن رو نیروهای ما دیگه خاموش شد. عملیات فتح المبین اولین عملیات در جنوب بود که احمد و نیروهایش در آن شرکت می کردن. اما با این حال آنها در این عملیات به قدری خوب جنگیدند که زبان زده همه شدند. هرچه بود با انجام عملیات فتح المبین و پیروزی در آن، تیپ‌های شرکت کننده در عملیات بلا فاصله مشغول انجام عملیات شناسایی برای نبرد بعدی شدند. عملیاتی که قرار بود برای آزادی خرمشهر انجام شود. یکی از مهمترین بخش‌های این عملیات انجام دقیق عملیات شناسایی بود. طرح عملیات طرح فوق‌العاده حساسی بود که موفقیت آن مدیون یک عملیات شناسایی دقیق و اطمینان پیدا کردن از امکان رسیدن رزمنده‌ها قبل از اذان صبح روز اول عملیات به پشت جاده اهواز خرمشهر بود. امروز در مکالمات بیسیمی حاج احمد به فرمانده کل سپاه آقای محسن رضایی میگه ببین، یکی که اسم میبره، اسم بنده رو میبره، میگه ببین حسین واجعی شهید شد، بابایی شهید شد، همدانی مجروح شد، رضوایی شهید شد، همه رفتن و واقعا هم درست میگه. اینقدر تو فشار، اما وقتی به او میگن که امام فرموده عملیات اعلی بیت المقدس باید ادامه پیدا کنه تا فتح خرمشهر، دیگه هیچ حرفی نمیزنه. عاشق امامه، مطیع امامه، او تربیت شده مکتبیه که یاد گرفته که اگر تنها رمان این مسیر رو باید ادامه بده. در آن چند روز احمد داغ فراق خیلی ها را کشید. داغ شهادت تعدادی از نزدیکترین دوستانش که مدت‌ها در جبهه کردستان کنار هم جنگیده بودند. در مورد این عملیات که به یاری خدا انجام شد، همونطوری که اطلاع دارید به این ترتیب بود که ما تصمیم گرفتیم که کاری انجام بدیم و مسئله جنگ رو انشالله یک سره بکنیم. به این رابطه تصمیماتی که گرفته شده بود این بود که دست به عملیات‌های بزرگ زده بشه و ما تجربه کردیم که در عملیات‌های بزرگ موفق و پیروز بودیم همیشه، چه بستان، چه آبادان، چه فتح و چه این عملیات که موفقیت چشمگیری به دست اومده. تو این رابطه منطقه عملیاتی که در نظر گرفته شده بود خیلی منطقه وسیع و بزرگی هستش و از عملیات فتح خیلی بزرگتر بوده نسبتاً، و انشالله بیاری خدا تصمیم بر این هستش که ادامه داشته باشه و دیگه انشالله قطع نمیشه. در سخت‌ترین لحظات این عملیات احمد و نیروهایش در مقابل دشمن مقاومت کردند. آنقدر که احمد که فرمانده تیپ بود خودش هم در پایان مرحله سوم عملیات بیت المقدس مجروح شد. بعد از عملیات بیت المقدس بازم تیمی مستقل میکنه برای شناسایی که خود بنده هم جزو جمع بودم و
شدم مسئولی که باقی مانده اونجا بودم، برادرمان آقای سعید قاسمی، سردار سعید قاسمی شده بود دیگه مسئول اطلاعات ما، تو شلمچه مستقر شد. حاج احمد دستور داد که شناسایی رو شروع کنید که ما بعد از استراحت چند روزه که میریم تهران برمیگردیم، عملیاتو طراحی عملیاتو که از قبل پیش بینی شده بود ادامه بدید. اما هنوز چند روزی از شروع عملیات شناسایی نگذشته بود که خبر جدیدی رسید. ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و سوریه حمله کرده بود و فرماندهان می گفتند آنها باید هرچه سریع تر برای شرکت در جنگ علیه اسرائیل به لبنان بروند. فکر کردم که کیو باید انتخاب کرد. همه فرماندهان هر کدام از دیگری قدرتر بودن. آقای احمد کاظمی خودش قبلا فلسطین رفته بود، آقای حسین خرازی، ولی من اومدم سراغ احمد متوسلیان. ایشون انتخاب کردم به چند دلیل. یکی اینکه احمد در مریوان که بود هم یه جبهه علیه ضد انقلاب داشت، هم یه جبهه در جنگ داشت. بیروت هم همینطور بود، از یه طرف فالانجا بودن که از پشت حمله میکردن به نیروهای مقاومت، و از یه طرف هم ارتش اسرائیل بود. خب این شباهت جبهه لبنان با مریوان و کوهستانی بودن اون منطقه اینا. مسئله دوم این بود که نیرو تیپی که میفرستادیم باید میرفتن در دمشق و بعدم بیروت میرفتن، دو تا پایتخت کشورها رو باید میرفتن. معمولا مردم شهرهای پایتختی شهرهای با ویژگی‌های خودشون هستن. خب تیپ از رسول هم بچه های تهران بودن که توی پایتختی زندگی میکردن که قاطعا آداب و رسوم مردم پایتخت رو خوب بهتر میدونستن. اینم یه عامل بود. عامل سوم هم خود احمد بود. احمد یه انسان بسیار سخت کوش و بسیار شجاعی بود و برای این ماموریت مناسب بود. بر اساس این ویژگی ها من دیگه تصمیم گرفتم که احمد رو و تیپ 27 رو ما به لبنان بفرستیم. احمد متوسلیانی که زمانی که با حزب دموکرات میجنگید ناراحت بود، میگفت به حسودت اینها ایرانی هستن، چرا اینا رفتن دو دامن دشمن؟ می جنگید با قاطعیت هم می جنگید، اما حاج احمد راضی نبود. زمانی که حاج احمد آمد تو عملیات فتح المبین و عملیات بیت المقدس راضی نبود از اینکه عراقی ها کشته بشن. میگه اینا مسلمان هم. میگه چرا ما با اینا بجنگیم؟ ما باید بریم با دشمنان اصلی اسلام بجنگیم، با دشمنان قسم خورده اسلام بجنگیم. خب وقتی که با ایشون صحبت کردم که احمد میخواییم بفرستیم لبنان و با اسرائیلی‌ها بجنگید، اصلا انگار که یه دنیایی بود دادن. گفت یعنی واقعا من میخوام برم با اسرائیلی‌ها بجنگم؟ این آرزوی منه، این آرزوی منه. چند بار اینو تکرار کرد. بعد دیدم که باور نمیکنه. گفتم خیلی خوب احمد آماده شو، من بعد از ظهر میخوام خدمت آقا برم. اون موقع ایشون رئیس جمهور بودن. شما بیا من با خودم میبرمت و تو خودت از زبان آقا بشنو. ایشون رئیس شورای عالی دفاع کشور دیگه. ایشونو بردیم خدمت آقا. من بودم و احمد و مقام معظم رهبری. ایشون در اومد به احمد گفت که بله شما انتخاب شدید برید و در لبنان. ایشون دستاشو بلند کرد احمد به سوی آسمون و گفت خدایا شکرت، من با آرزوی خودم رسیدم. دستورات لازم را به او دادند و بالاخره در روز 21 خرداد 1361 قوای محمد رسول الله سوار بر هواپیما عازم سوریه و پادگان زبدانی دمشق شده. وقتی که نیروها خواستن اعزام بشن و اینها، وقتی که همه این نیروها اونجا جمع شدن، حاجی احمد متوسلیان اونجا یه سخنرانی داشت برای جمع که به اصطلاح به جمع گفتش که ما یه خلاصه هر کس که با ما راهی اونجا میشه باید وصیت‌نامه‌اش رو بنویسه بگذاره و باید کاملا آماده شهادت باشه و ما داریم میریم و چه بسا دیگه نتونیم برگردیم و برنگردیم. و
بالاخره حاج احمد رفت و مستقر شد در لبنان، در دره بقا و شهر بلبک مستقر شد. نیروها رو چیدن، جبهه در مقابل اسرائیل باز کردند، شروع کردند به آموزش دادن نیروهای لبنانی و رزمندگان لبنان رو شروع کردند آموزش دادن، که از همون آموزش ها بعداً حزب الله لبنان در حقیقت شکل گرفت. در حقیقت حزب الله لبنان تولد یافته تیپ 27 هست رسول هست و اون نیرویی که از این تیپ اونجا موند و به آموزش نظامی رزمندگان لبنان ادامه داد. اما 20 روزی که از حضور آنها در سوریه گذشت، امام پیام دادند راه قدس از کربلا می گذرد. ایشان گفته بودند غفلت از جبهه‌های جنگ ایران فریب دشمن بوده و نیروهای اعزامی باید هرچه زودتر، یعنی قبل از آنکه خونی از دماغ کسی ریخته شود، به ایران برگردند. از طرف دیگه ما دیدیم که اصلا سوریه و لبنان زیر باری جنگ جدی با اسرائیل نمیرن. حالا ما نیروهایی که بردیم اونجا، خود ما هم به اونها نیاز داریم، این نیروها اونجا معطل میمونن. لذا ما تصمیم گرفتیم که یه قرارگاه آموزشی و پشتیبانی از رزمندگان لبنان درست کنیم، ولی بقیه نیروها رو بیاریم. روز 14 تیر ماه 1361، درست موقعی که نیروهای اعزامی از ایران سرگرم آماده شدن برای برگشتن به ایران بودند، خبر رسید نظامیان فالانج و ارتش اسرائیل سفارت ایران در بیروت را محاصره کردند. خطر سقوط سفارت ایران می رفت. اسناد و مدارک زیادی از ایران در این سفارت خونه وجود داشت که حاج احمد و چند نفر دیگه تصمیم می گیره خودشون برن و اسناد مدارک رو بیارن دست کسی نیافته. حتی شهید احمد اومد با حاج احمد گفتش که حاجی اجازه بده که ما بریم. حاج احمد با همون لحن همیشه گفت نه آقا جون، باید خودم برم و خودش عازم شد. و حتی یکی دیگه اومد که به اصطلاح رانندگی حاج احمد رو به عهده بگیره، حاج احمد نپذیرفت و تغییر رستگار رو صدا زد. مسیر طبیعی بیروت به دلیل پیشروی ارتش اسرائیل تا نزدیکی بیروت بسته بود. بنابراین آنها ناچار شدند بیروت را دور بزنند و از شمال لبنان به پایتخت نزدیک شوند. خبر نداشتند که شمال بیروت در تصرف نیروهای فالانج به رهبری سمیر جعجع است. فالانج‌ها در 20 کیلومتری شمال بیروت در جاده ساحلی یک پست ایست بازرسی به نام حاجز برباره درست کرده بودند که در آن رفت و آمدهای بیروت را کنترل می‌کرد. با رسیدن بنز سفارت به حاجز، نیروهای فالانج سرنشینان ماشین را به زور پیاده کردند و بعد با راهنمایی یکی از افسران فالانج به طرف نقطه ای نامعلوم رفتند. هنوز هیچ خبر موثقی از سرنوشت این 4 نفر در دست نیست.